در روز جهانی دسترسی به اطلاعات، خبرنگاران در کشورهای مختلف با چالش‌های جدی در زمینه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات مواجه هستند. از افغانستان و پاکستان تا ایران، یمن، سوریه، چین و هند، محدودیت‌ها و فشارهای دولتی بر رسانه‌ها زمینه فعالیت‌های خبرنگاری را به شدت تحت تأثیر قرار داده و نیاز به توجه و حمایت بین‌المللی را بیشتر از همیشه حس می‌کند. این وضعیت گواهی بر اهمیت دفاع از حقوق بشر و آزادی اطلاعات در سطح جهانی است. همکارم در گزارش خود این موضوع را مورد بررسی قرار داده که با هم می‌بینیم. در روز جهانی دسترسی به اطلاعات، خبرنگاران در کشورهای مختلف از جمله افغانستان، پاکستان، ایران، یمن، سوریه، چین و هند با محدودیت‌های جدی در فعالیت‌های خود مواجه هستند. این روز فرصتی برای بررسی وضعیت رسانه‌ها و چالش‌هایی است که در این کشورها بر سر راه آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات وجود دارد. در افغانستان پس از تسلط طالبان، خبرنگاران به ویژه زنان با مشکلات جدی در دسترسی به اطلاعات و ارتباط با مقامات مواجه هستند. طالبان به دلیل ترس از انتقادات، اطلاعاتی را که به نفع آنان نیست به سختی منتشر می‌کنند. در پاکستان نیز فشارها و تهدیدات علیه خبرنگاران افزایش یافته است و رسانه‌ها از سانسور و محدودیت‌های دولتی رنج می‌برند. در ایران حکومت نیز با اعمال محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها آزادی بیان را محدود کرده است و خبرنگاران با تهدید و بازداشت روبرو هستند. در یمن و سوریه درگیری‌های مسلحانه و بحران‌های انسانی باعث شدند تا خبرنگاران نتوانند به راحتی اطلاعات مربوط به وضعیت فعلی را جمع‌آوری کنند. چین با سیاست‌های سخت گیرانش علیه خبرنگاران نظارت بر رسانه‌ها را تشدید کرده و بسیاری از خبرنگاران مجبور به خودسانسوری شدند. در هند نیز با افزایش فشارها بر رسانه‌ها، خبرنگاران در معرض تهدید قرار دارند و حقایق مهمی از جامعه تحت پوشش قرار نمی‌گیرند. به طور کلی، سازمان‌های بین‌المللی از دولت‌ها خواستند که به آزادی بیان احترام بگذارند و خبرنگاران را در انجام وظایف خود حمایت کنند. بهبود دسترسی به اطلاعات و جلوگیری از سانسور می‌تواند به تقویت جوامع و ایجاد فضای آزادتر برای فعالیت‌های رسانه‌ای کمک کند. همراه هستیم با امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه از تهران. آقای فراغت، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای فراغت، با توجه به چالش‌هایی که خبرنگاران در کشورهای مختلف در زمینه دسترسی به اطلاعات با آن مواجه هستند، به نظر شما جامعه بین‌المللی چه اقداماتی میتونه برای حمایت مؤثرتر از خبرنگاران و حفظ آزادی بیان در این کشورها انجام دهد؟ بفرمایید. درود و ادب و احترام. من ابتدا میخوام که این پرسش رو بپرسم که چرا حکومت‌ها با گردش آزاد اطلاعات و دانایی مشکل دارن؟ از چه میترسن؟ من احساس میکنم وجود دانایی چون توانایی میاره، حکومت‌های ایدئولوژیک و بسته نگران از دست دادن قدرتشون هستن. ما باید بپذیریم تمام دنیا میدونه که فهم بیشتر سهم بیشتر میاره و برای همینه که میگن توی جوامع کشورهای جهان سوم دانایی جرم هست. امیدوارم این کاری که آقای ایلان ماسک داره انجام میده با ماهواره اینترنت استارلینگ، اینترنت ماهواره‌ای، فضایی بشه که دیگه حکومت‌ها نتوانند سانسور ایجاد کنند. گردش آزاد اطلاعات حق همه بشر، بشر باید بداند و این دانایی به اون بشر کمک میکنه که زندگی بهتری داشته باشه. توی جوامع ایدئولوژیک و بسته نگران هستن که مردم خیلی از حق و حقوق شهروندیشون رو بدونن. خب این دانستن حق و حقوق شهروندی اعتراضات مکرر به وجود میاره. بعد برای منی که به عنوان یه خبرنگار در جمهوری اسلامی در ایران دارم کار میکنم، به اتهام تبلیغ علیه نظام 6 ماه به هم حکم زندان بدن. این نشون میده که سانسور وجود داره و بعضی از حکومت‌ها و حکمرانان نگران دانایی جامعه هستند، در صورتی که خبرنگار وظیفه داره مشکلات رو به مسئولان
برسونه. من احساس میکنم ترس مسئولان از دست دادن قدرت باعث شده که نخوان مردم کامل موضوعات رو بدونن، و راهش هم برای پیشگیری اینه که این اتفاق اینترنت ماهواره‌ای اتفاق بیفته و کسی دیگه نتونه دخل و تصرفی داشته باشه. بله، با تشکر از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.